با آنکه شکار حیوانات و پرندگان کمیاب در کشور ممنوع است، اما در این نوار تصویری که به طلوع نیوز رسیده است دیده می شود شماری از افراد در فرا برخی از حیوانات را شکار کردند. وقتی که پرنده از دبی از شکار شد، یک حیات وحش ما به انقراض میره، یکم ما از زیبی های طبیعی خور از دست میره. شکار همیش ظلم بر حیوانات، شکار بر حیوانات خیلی بختی ها میاره دیگه. ما میگویم شکار بند باشه بهتره. در همین حال مسئولان محلی میگویند در یک ماه پسین شماری از افراد به دلیل شکار حیوانات و پرندگان کمیاب در فرا بازداشت شدند. و تکاسه جنایی تمرپی کو وقتی هم نرداری پولس والی که گرسی ویدی خاک سپید که گرسی ویدی. از سوی هم مؤسسه قطری القرافه در این فارم بیش از 350 رأس آهو را پرورش میدهد. مسئولان این نهاد میگویند برخی از این آهوها را به حیات وحش رها خواهند کرد. ما بتونیم به یک محیط که حفاظت شده باشه یلا کنیم. اگه دولت خیلی ما همکاری بکنه، یک جای مشخص کنه، ما میتونیم داریم که نارسایی یلا کنیم. این در حالی است که نسل برخی از گونه های حیات وحش در کشور در حال انقراض قرار دارند، اما برای جلوگیری از انقراض آن کار بنیادی انجام نشده است.